برم؟ بیا برو رد شو، داری فیلمو میخوری. چی همینه زرد میکنی این چرت و پرتا؟ با گرم باز کن، با خف قد کن دوباره. بابا اینا همه کانتنته. چه کانتنتی؟ همش کانتنته. کانتنته کانتنته. سلام سلام بچه، خوش اومدیم به چنل یوتیوب فرای. امروز اومدم با یک آدمی که نمیشونه دیگه تو ویدیوهای من نباشه، باید هر یه جوری باشه دیگه، صداش هم شده دیگه باید باشه. آره ما آویزون میدارش، آویزون گردن افتاده در این حد دیگه. دیده چنل من واسهش خوب بوده، داره ویو میخوره یه همه جا هست. بچه از اول بهتون بگم باید ناخونه من کار نشده باشه، این مدت تنها بودم، کار کردم، ظرف شستم، اصلا خیلی به فشار مده، ناخونم شکسته. برو اون ور، اون دستکش منو در بیار. دستکش منو ور چی دست کردی اصلا؟ خودم دلم نمیاد اونو دست کنم، تو دست کرد. نگفتش که پاشو برو صف کنم زندگی، یعنی چی؟ خب بچه امروز اومدم که جواب سوالاتون رو واسه عمل دماغم بدم. یعنی خیلیاتون توی اینستاگرام و یوتیوب کلی سوال پرسیده بودی راجع به بینیم. خب یادت رفت من الان ویدیو میگیرم نه؟ داشت آره میخوام جواب سوالاتون رو بدن راجب دماغم. قراره ایشون آخه کی در مورد دماغ تو اصلا سوال میپرس؟ آخه یه دماغ عمل کرده، این اصلا پروستاتش عمل کرده، دماغی که دیگه همه عمل میکنن. سوال داشتن یعنی چی؟ من خودم میخواستم دماغ عمل کنم. هزار تا سوال، سوال یکی از سوالای قبل عمل تو. سوال قبل عملم این بود که بعد عمل هست مثلا چجوری باید مراقبت کنم ازش؟ مثلا اینجا بود چند باید در روز باید چند باید آب بدیم از؟ خب گفتی چی؟ سواله چی؟ سیرت از کجا میپرتم؟ بیتر بیاد زیر ویدوم کامنت گذاشتم. بچه فرار نشه 10K سابسکرایبش بکنید همین الان که واقعا بعد این ویدیو بشه 10K. لایک هم بعد ویدیو یادتون نره، کامنت هم یادتون نره. من میگم خارجکی بزنید سابتون هم نپره. دستمو بردار. خب سوال اول، آیا عمل دماغ درد دارد؟ دردش از اون بیشتر یا نه؟ از چی؟ گفت از چی؟ دردش مثلا از آمپول بیشتره مثلا. نه اصلا درد، بچه ها وقتی بیدار میشی اصلا درد نداره؟ اصلا درد نداره. نه بابا به قرآن، یعنی ببین وقتی که بیدار میشی من اصلا درد نکشیدم. تنها جایی که دردم اومد این بود که اصلا یهو دستم به دماغم میخوره. خود اصلا درد نداشت. خیلی میخندیدم دیگه دماغم کش میومد و خیام دردم. از تایم بیهوشی یادت میاد؟ قبلا من قبلش قبل بیهوشی چیزی یادم میاد، چی میشه یادم میاد؟ یعنی میزنن یه آمپول بیهوش میشی و دیگه هیچی نمیفهمی تا بعد عمل. آها اینجوری در میپرسی. به مثلا بچه ها اینجوریه که به تو یه قرص میدن. اولش که صبح ناشتایی میگن ناشتا پاشی میریم بیمارستان، بعد بهتون سرم میزنن فشارتون نیفته و اینا، بعد یه قرصی بهتون میدن شلکس میشه قشنگ، یعنی چی شل میشی میری تو سر. اوف قشنگ شل میشی. چی شل میشی؟ یعنی که اصلا سمی خواهی برن تو اتاقم من میزنم تو ویلچه. این قرصه حالت شل کنندگی داره. میفهمی؟ نه اینکه خیلی شل بشی، نه واسه در حد اینکه واسه یه قرص میخوایی بینی خوابت میاد یکم شلت میکنه. شل میکنه شل شل. نه خیلی شل شل شل. تو تا بخوری خیلی شل میشی. با اون دیگه بعدش میری تو اتاق عمل یه 4 تا سوال مسخره ازت میپرسن. سوالت اهل کجایی؟ میگم وسط سوالا میری دیگه، یادت نمیاد سر کدوم سوال دیگه رفتی. اوه چه بابا. یه چیزی تزریق میکنن توی سرومت، اصلا تو سر سوال سوم چهارم دیگه نیستی، خداحافظ. اصلا نمیفهمی چی شد، بعد میبینی که یهو یکی داره صدات میکنه، داره بیدارت میکنه. چی نمیفهمی؟ چقدر باحاله. اصلا نمیفهمی کی رفتی، مثل خواب میمونه، تو یادت میمونه کی خوابی بودی. داداش ولی تو خوابی که انگشتم بکنه من پا میشم دیگه، چه سو میخواد دماغمو پاره پوره کنه. بعد من همش استرس داشتم، گفتم که کنه مثلا من کاملا بیهوش نشده باشم، چشام بسته باشه، جون نشوشم تکون بخورم ولی حس کنم. چند میلیون تومان ریختی تو دماغت؟ بستگی داره، همیشه اینو از من میپرسن، میگم با بستگی داره. مثلا 10 سال پیش مثلا قیمت دکترا مثلا 700 تومان بود. قدیما پولیپ و انحراف و همه اینا رو همون پک کامل دماغ بود، این روزا فرق کرده. یکونیم منو چسب به دماغ نمیدن. یکونیم روزگار من تقریبا واسه من
که مثلا دکتر امانم به برنامه میتونی بهش بش بگی چرا مثلا از فرام بیشتر گرفتی یا کمتر گرفتی؟ آره فرام میوزیک بستگی به دماغ داره، میگه دماغ شما کمتر یا بیشتر کار داشته باشه. اتاق خصوصی رفتم، یعنی یه شب بیمارستان بودم و خصوصی بودم، تو گرگان به اندازه تهران گرون نیست. اول من تقریبا 20 تومن شد. 20 تومن پول اون دماغ دادی؟ با اتاق خصوصی و داشت من بگم نفس من 20 تومن پول دماغ دادم میدم تو یخچال دماغ. باش کنم طلا بگیرمش گرمه رو بیدون کنم. عمل کردن جای دیگه ای از خودت هم داری؟ کجا؟ نمیگم کجا که ولی داری؟ کجا؟ بسا شیر. آیا داشت با من ربطی نره ولی به بیننده ها مربوط میشه، ما همه چیز اینجا شیر میکنم. من نمیگم ولی خب میخوام عمل کنم. خب داری نگی که معلومه کجا رفت. شاید خواهد فکرم عمل کنم، شاید خواهد چشم رو عمل کنم. چشم و فکر و حسی خودم کنم میگه. حالا چند تا جا وجود داره که نمیگن به حدت رو میبردی؟ چقدر بی تربیت و بی فرهنگی. بعدی بپرس لطفا، من به سوال هیچ نوع پاسخ نمیدم. بچه ها یادتون باشه جواب نده به این سوال ها زخار. اولین نفری که بعد از اتاق عمل اومدی بیرون دیدی کی بود و چه واکنشی نشون میدی؟ من به محض اینکه از اتاق عمل اومدم بیرون تو ولگ عمل دماغم گذاشتم اون بالاست. بالاست یعنی بالاست. نمیدونم. معمولا این بالاست. به محض اینکه من اومدم بیرون فاک نشون دادم. اصلا نمیدونم چون این کار کردم. همین الان میتونید ببینید. 3 2 دیگه با بیشخصیته. به کی فاک نشون دادی؟ تو کام دوستم بهبود. اول صدا که شنیدم صدا بهبود و بعد صدا دوستم بود که فران چقدر خوب شدی. ببین یه چیزی بگم، همون موقع که از اتاق عمل میای بیرون معمولا که بدنت خیلی واکنش نشون نده، اول دماغ اصلیته. مثلا میگن جراحا بهشون بگین که تو اتاق عمل ازتون عکس بگیرن که دماغ اصلیتون اونجا ببینین، چون بعدش تا یه سال معمولا بعضیا ورم دارن. الان دماغ منم ورم داره. موقع کشیدن بخیه ها که درد داشت؟ موقع کشیدن بخیه ها اصلا درد نداره بچه‌ها. این یه چیزیه که میاد بیرون. بعد فقط یه ذره میخوان اینو تیغ بزنن بهش کار بشه بخیه. ای بابا نصف ویدیو من داره صحبت میکنم. از چند سالگی میتونیم عمل کنیم خانم دکتر؟ فکر میکنم میشه از 16-17 سالگی عمل کرد. بهترین سن واسه عمل دماغ حالا من زهر میشه علمی راجبش نمیدونم ولی شنیدم اکثرا 20 به بالا خیلی بهتر، چون دماغ تا 20 سالگی رشد میکنه سریعتر و کند میشه بعد 20 سالگی. حالا یعنی چی؟ یعنی که 20 سال به بالا عمل کنید. شما الان چند سالته؟ من 22 سالم. پیر شدی؟ یعنی 3 سال دیگه میشی 25 دیگه. چرت و پرت نگو، سوال روانپزشک. آیا قبل عمل استرس داشتی مثلا؟ قبلش که اصلا نداشتم، فقط زمانی که میخواستم تو اتاق عمل استرس گرفتم. آخه از عمل نمیترسیدم. استرس چی داشتی؟ اینکه بد در بیاد؟ نه اینکه بیهوش نشم، بد در بیادم چرا خودش مثلا میترسم. ولی خب به دکترم اطمینان داشتم چون انا ماشا که خود داشت نیست. همیشه هرس میخوردم بعضی که عمل که من مثلا پیش دکتر ما برو بعد واسه دماغش بلده بود کل بود مثلا یا یه سوراخش انقدر بود یکیش انقدر. بعد میگه که بعد عمل چند روز باید خونه بخوابی بعد غذا میتونی بخوری یا نه؟ آه تا یه ما میگم غذا نخورید، یعنی غذا سفره میگه غذا نخور فوتوسنتز کنه یارو یه ما تا یه ما غذا سفت نخورید. ولی من مامان من میگرفت برنج و گوشت و باید گوشنم شد اصلا خیلی اون قرار خوشمزه است. آب گوشت هم بریزه تو، بریزه تو میکسر، یه چیز شبیه حلیم میشه. خب یه چیز شبیه ان استفراغ میشه بچه ها. ساکت باش بشه، این شبیه استفراغه. خیلی خوشمزه است. گوشت آب پس شده زهر ما بیشور که صرفه میکنه یا آب میزنه داشت کن برنج و گوشت و آب گوشت و بریزه تو میکسر زهر. یعنی من بالا آوردم بچه ها. واقعا این ترکیب خوبه براتون، خیلی بهتون نیرو میده چون تو دارن عرف خیلی ها ضعیف میشن و این غذا زهر ما اما با اول این صدا توش تاثیر نذاشته نیست عزیز. نه خب بچه ها معمولا اگه اونان که حرفه‌ای باشن بخونن و کوچیک شما نه کاری با خودم ندارم ولی اون کسی که صداش عوض میشه دماغ میخونده یک اون. الان دیسه کیو داری داشت؟ داشت دیس ندادم. دیس کیو دادی؟ شیه جدید فران میوزیک و تیکه یا اون به محسن یگانه همون شده یگانه. نه یه تحصیل بزن الان شبیه بار چی داده شده بزن بگم چه شکلی میشی. اما منم کلوب شده حال ببینید باش داشت بزن بغل دست. ولی چه حسنت بالا میره میزنی بغل جی یکی دیگه خیلی دافتر میشی میدونی.
آره مثلا اونو میزنی پایین شب دختر دبیرستانی ها میشی اینو میزنی که نگاه سه تا بچه داری بزن پایین عوضی آره داشت بگو من راحت هم اینقدر با بچه ها راحت هم میگه اسم دکتر تو چرا نگفتی؟ گفتم آقای دکتر وحید نائمی آقای دکتر یه جناب فلان فلان جناب آقای تو گرگان هم هستم خیلی کارشو من دوست داشتم دستش به شدت سبک بود بچه هایی آره من اصلا که زیاد کبود نشدم در قدر با عمل مخالف نبودم نه اصلا اتباقا ما گفتم بابا هم گفت پاشو بیا ایران عمل کن شما چه بابایی داری؟ بابا تو به فیس بیشه ما داداش کنکول از عملی که کردی راضی بودی یا خیلی؟ دوباره هم بگم عمل کن میکنم فقط سه روز اولش سه چهار روز اولش سخته چون تامپون توی بینی تونه نمیتونه خوب نفس بکشه بعد از دهن نفس بکشه پس نمیگی کجا هاتون قیمت کنی؟ دهن تو ببر چقدر لایک بخوره میگی؟ 5000 تا لایک فور ببین کجا هاتون قیمت کنی؟ خیلی خوب اگه بخوره بس نوشته متاسفانه دماغت خیلی زشت شد آره من دوستش دارم چون میتونم بوی موفقیتمو باهاش حس کنم خب خوشحال شدم میده خدافزی کنم خب دیگه بچه ها امیدوارم که جواب سوالاتون رو داده باشم خیلی خوب بود یعنی خیلی خوب جواب سوالات آره واقعا لایک و کامنت و سابسکرایب اصلا نصف ملت رو از دگرگونی چیز کردی قشنگ برگشتم گفتم چیکار کنم بدنم نمیست وسوسهشون نگیره گفتم که چی بخورن که جون بگیرن آب آناناس هم بچه ها یادتون نره خفه شو آب آناناس هم یه چیزا هم یادتون نره که برای کبودی فوق العاده است زیر چشات یخ نمیذاره چرا بچه ها اینم بهتون بگم کمپرس یخو واقعا جدی بگیرید مثلا اونایی که شبیه عینک طور از اونا بگیرید خیلی بذارید کمک می‌کنه ورمتون بخوابه و کبودیاتون برطرف بشه از آیه سفت تدیگو اینا فراموش کنید تا چند ماه قشنگ که دماغتون کج نشه چون وقتی یه سفت دو از میزنید دماغتون کج میشه بابا شکموی دماغ خنده خیلی جدی بگیرید من خیلی می‌خندم اشتباه کردم ولی شما نخندید واقعا هر سوراخ تمام هر هم زیاد نزنید خنده شو ساکت شو نشات شده نه مثلا چاینا تو لفت اون دو سما نباید بگیرن سری از یوتیوبر رو عمل نکنن دیگه چون نون خوردن میفته نه تا دو هفته خوش و کجا کنن نه زیاد حرف بزنن نه خیلی سوستون چی؟ چرت و پرت میگی چرا؟ ولی یعنی تو دو ما قیمه و قرمه اینا نزدی دیگه قیمه؟ بسن دیگه چرا چرت و پرت میگی من ولی؟ چی میخوای اگه اون ویدیو چی داش خدافظی کن تو خب بچه ها خیلی تو ساکت باش اصلا نمیخوام صدا تو بشنوم گوست کله یکتون دوستتون دارم خدافظ ساکت شو مردک ساکت باش